به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با عرض سلام خدمت همه عزیزان، امید است که خوب و سر حال باشین به یکی از ویدیوهای دیگری آموزش ویندوز 10. با من احمد فاضل زی از چینلی فراهدف خوش آمدید. در ویدیوهای قبلی و درس قبلی بخشهایی از ستینگ و تنظیمات ویندوز 10 را به آموزش گرفتیم که در این ویدیو به ادامه ای بخش ها می پردازیم و بخش های باقی مانده را نیز آموزش می دهیم و برای شما معرفی می گیریم. خب حالا میریم سراغ ای که باید ستنگ ویندوز خود را باز بکنیم. بالا استارت کلیک می کنیم، گزینه ستنگ را باز می کنیم و در این قسمت ما تا تایمینگ لنگویج درس داده بودیم و به معرفی گرفته بودیم و حالا میریم سراغ گزینه گیمینگ. گیمینگ یک گزینه ای است که زیادتر به خاطر کسایی که در یوتیوب فعالیت دارن و در سایر شبکه های دیگه لایف استریم میرن و زیادتر از کامپیوتر به خاطر بازی و سرگرمی استفاده میکنن و زیادتر معمولا کسایی که میخواین گیمر شوند از این قسمت استفاده میکنن که کامپیوتر های عادی معمولا بعضی قابلیت های این گزینه و این بخشی از ستینگ نداره. باید کامپیوتر های باشه دارای گرافیک کارت و بعضی از هاردویر هایی که به خاطر وصل کردن کنسول بازی به کامپیوتر به اون نیاز است. باز هم بعضی گزینه هایش به معرفی میگیریم، بالاش کلیک میکنیم. گزینه مثلا ایکس باکس، کنسول ایکس باکس هم میتونیم به این وصل بکنیم، به این شارکت برش تعیین بکنیم که چگونه باید ما از وقت کنسول ایکس باکس وصل کردیم به کامپیوتر خود ما چی کارا را با شارکت ها کرده میتونیم. مثلا بعضی بخش دومش کپچر است، ما میتونیم ویدیو بگیریم از جریان بازی که ما در کامپیوتر انجام میدیم. فعلا کامپیوتری ما او هاردویر و او ویدیو کارت نداره، به مخاطر بخشایش غیر فعال است. بخش گیم مود است که ما از قسمت میتونیم فعال و غیر فعالش بکنیم. بخش ایکس باکس نتورکینگ است، ما میتونیم یوزرنیم و پسورد خود ایجا وارد بکنیم تا مو لایف و یا استریمی که ما میریم میتوانیم در شبکه های اجتماعی مثل یوتیوب و فیسبوک مثل بعض شبکه های دیگه لایف بریم. از این قسمت ما میتونیم ایره مشخص بکنیم، معین بکنیم با کدام اکانت با کدام آدرس باید ما لایف بریم. این زیادتر به خاطر این بخش گیمینگ زیادتر به خاطر گیمرها استفاده میشه و گیمرها زیادتر از این بخش استفاده میکنن و نیاز به هاردویر های مشخص داره. بخش اضافه اکسس یک بخش بسیار مهم برای کسایی که از ویندوز 10 استفاده میکنن و بخشی است که برای ما خیلی سهولت ها را به میان میاره. بالاش کلیک میکنیم، اولین بخش دیسپلی است. دیسپلی ما خوانده بودیم، دیسپلی تنظیمات مربوط نمایش میشد در سیستم، در بخش سیستم و در بخش پرسونالایز هم معلومات ارائه شده برش و در این قسمت بعضی از مواردی که در اون قسمت در قسمت سیستم و پرسونالایز نیست در این قسمت ما میتونیم را ببینیم. مثلا سایز متن در اون قسمت ها نبود، ما میتونم متن خود بسیار بزرگ بکنم هم کوچک بکنم. در این سامپلش هست ما میتونم ببینیم که متن چقدر اندازه به چه اندازه بزرگ میشه و کوچک میشه. وقتی ما از همپل دیدم میخوایم همه اندازه باید بزرگ شود متن ما، بالا اپلای کلیک میکنم و متن ما با ما اندازه دلخواه خود میتونم رو تغییر بدم. بخش صفحه ماست که ما باید مانیتوری ما چه قسم چقدر نمایش بده، 100% و یا زومتر و از او کده بزرگتر. مو ریکومندد پیشنهاد شده توسط ویندوز 100% است که ما امی قسمت 100% انتخاب میکنیم و اگر کسایی که مشکلی بینایی دارن نمیتونن دیده نمیتونن میخواین صفحه رو بزرگتر بینن از 125 و الا 150 هم استفاده بکنن. و یک قسمت تنظیمات مربوط دیسپلی است که ما را به بخش های قبلی که خوانده شده در او بخش ها برمیگردانه
و این نیاز نیست. در قسمت در این قسمت اگر ما بریم، ما را در بخش نایت لایت برمیگردونه که معلومات کابل در ویدیوی قبلی ارائه شده که نایت لایت چی است، به خاطر اینکه ما اگر کمیتر در شب استفاده میکنیم از این قسمت استفاده میشه نایت لایت، که ما کمپیوتر خود باید به نوری کمتر تا و چشمای ما ضرر نرسانه از این قسمت استفاده میکنیم. و در این قسمت برای ما بعض تنظیمات دیگر همچنان مثل باید انیمیشن ها در ویندوز نمایش داده شود یا نشود مثلا، و ترانسپرنسی یعنی همه پنجره های ما شیشه ای باشه و یا نباشه، و اسکرول ها به طور اتومات هاید شوه یا نشوه. ما اگر این آف بکنم اسکرول های ما همیشه می باشه، هیچ وقت هاید نمیشه. اگر این آف بکنم ببینید اسکرول های ما میشه وقتی ماوس بالایشان نره هاید میشه تا وقتی که ماوس بالایشان بره. خب در قسمت نوتیفیکیشن هایی که در قسمت می آید برای ما نمایش داده میشه، میگه اولین بار که نوتیفیکیشن میه و چند مدت در این قسمت برای من نمایش داده شده. و از این قسمت ما پنج انتخاب کردیم، میتونم 5 دقیقه یا 1 دقیقه برای من نوتیفیکیشن ها استارت شده ایجا و مکس بکنه تا ما متوجه بشیم. و در قسمت ایمیج یا تصویری که در دسکتاپ هست آیا نمایش داده شده یا نشده. و این بود از مربوط دیسپلای. این تنظیماتی است که اضافی است، کسایی که دلخواهش است به طور دلخواه میتونن این را تغییر بدن نظر به ضرورت و نیازی که دارن. مثلا نظر به ضرورت میخواین ترانسپرنسی نباشه، یعنی شیشه ای نباشه، یعنی عقبی پنجره ها قدر نشان داده نشه. ببین حالا نشان داده میشه، اگر من غیر فعال بکنم به طوری شیشه ای میشه و به طوری صاف میشه و عقبش نشان داده نمیشه، و اگر را فعال بکنم عقبش نشان داده بشه و طور شیشه ای خیره. خب بخش بعدی ماوس پوینتر است. من میتونم از این قسمت ماوس پوینتر را چی بکنم تغییر بتم، اندازش تغییر بتم. و ببینین اندازه ماوس من خیلی بزرگ شد، میتونم بزرگتر از این بکنم. اندازه ماوس من خیلی بزرگ شد، میتونم کوچکشم بکنم، همو کوچکترینش خوب است. میتونم رنگش تغییر بتم، سیاهش بکنم، سیاه و سفیدش بکنم که در جایی که سیاه سفید میشه در جایی که سفید است سیاه میشه. میتونم رنگش بکنم که اینجا رنگ انتخاب بکنم یک رنگ دیگه و طور عادی میمونی. و در قسمت هم در مربوطی کمیترهای تاج میشه که باید ویژوال فیدبک میگه چیز بکنم در قسمت نمایش بیتم، و این مربوطی کمیترهای تاج میشه. کرسری ما وقتی در حال نوشته است مگه و چه اندازه باشه، دارای چه رنگ ها باشه. از قسمت اگر ما این آن بکنیم کرسر ما همین تنظیماتی که انجام میدیم بالای کرسر ما تغییرات میآیند. مثلا کرسر ما اینجا سیمپلش نشان داده، کرسر چیکار میکنم بزرگش میکنم، رنگی که بالا و پایینش میآید میخوایم چی بکنم میره زرد بکنم میخوایم، و بعضی رنگ های دیگه میخوایم سیاهش بکنم. این قسمت میخوایم که بزرگتر از شه. وقتی آن بکنمش ببینیم در این قسمت دیگه ما که نشته بکنم در این قسمت چقدر تغییرات بالای چیزی ما آمده کرسری ما. ما این آفش میکنم ببینیم باز اما کرسری به طور عادی میباشه. خب در قسمت اما کرسری ما باید وقتی که فعال است، وقتی که میتونه چشمک میزنه و ما موقعیت نوشته ما رو نشان میده که ما در کدام موقعیت وقتی تایپ بکنم نوشته میشه، باید چند حرف بگیره، چقدر اندازه بگیره، دبلش چقدر باشه. ما هر چقدر رو بزرگ کرده بودیم ما کرسری ما دبل شده میره. ببینید ما مثلا یک حرف میخوایم داشته باشیم، بالا استارت نیم یک حرف نوشته میکنم، ای کرسری ما با اندازه یک حرف دبل شده و اونجا چشمک میزنه که من اونجا نشتی کردم. میتونم مثلا در یک قسمت اگر نشتی کنم ببینید در یک قسمت یک حرف میگیره، اما بهتر است که باریک باشه و ما دقیقا بفهمیم که واقعا در پهلوی کدام حرف ما نشته میکنیم. این بود از تکست کارسر. مگنیفایر، مگنیفایر معمولا به خاطر از زوم کردن یا پیش آوردن صفحه برای ما استفاده میشه. زوم کردن و پیش آوردن صفحه بعضی استفاده میکنن، مثلا من ترون آف آن نشون میکنم. مگنیفایر ما ببینین چقدر ما صفحه خود 100% چی کردم زومش کردم،
حالا فعلا 100 فیصد به طور عادی اگر ایره بالا بکنم 200 سنی زیاد شد و صفحه به طور اوتومات هر موقعی که ماوس میره اما موقعتا برای ما نمایش میده. بعضی از افراد به خاطر که دیده نمیتونه یا در پروژکتور بعضی چیزا خورد میباشه به خاطر که کلان بکنن صفحه را و او نوشته نمی باشه یا گزینه ای از قبل طراحی شده است او را میخوان زوم بکنن از مگنیفایر استفاده میکنن. بعضی گزینه ها داره دیفالتش گفته یا اون پیش فرضش گفته باید چند باشه 100 فیصد باشه، ما میگم نه 200 باشه دیفالتش و در قسمت گفته اگر ما این گزینه را بزنیم میتونیم هر وقت کمتر روشن شود و این برنامه برای ما به طور اتومات فعال شود و بعد از رمز وارد کردن هم و بعضی گزینه های دیگه هم هست که قدر مهم نیست، فقط شما باید بفهمید که مگنیفایر به خاطر زوم کردنی صفحه نمایشی ویندوز مهم نیست که شما در کجای صفحه قرار دارید، مهم نیست بالای کدام برنامه قرار دارید و یا موضوعات دیگر، فقط همه قدر بدانیم که تمام صفحه هر قسم صفحه بالای گیم باشید بالای برنامه باشید از توسط مگنیفایر میتونید اما قسمت زوم بکنید. کالر فیلتر هم است به خاطر اگر من آن کنم به خاطر که صفحات ما را ما میتونیم رنگه بکنیم به چی رنگ باشه سیاه‌سفید باشه و یا بعض دیگه. ببین وقتی من را آن کردم میخوایم صفحه ما سیاه‌سفید باشه، یعنی فعلا سیاه‌سفید شد از رنگ‌های دیگه استفاده نمیکنه سیاه‌سفید شد، میخوایم سیاه‌سفید برعکس باشه یعنی جایی که سفید بود سیاه شد جایی که سیاه بود سفید شد، ما میخوایم نه سیاه‌سفید باشه، ببینیم میخوایم برعکس باشه جایی که سفید بود سیاه جایی که بعضی از ترکیبی میباشه اینو باز زیاد زیاد تصاویر به خود دارن، مثلا میخوایم و از سبز و فقط از سبز و از گرین و از سرخ استفاده شود، خلاص میخوایم از از رنگ ها که به طور دلخواه میتونم استفاده بکنم، اما بهترش را آف بانیم به طور استنداردش که ویندوز گفته. های کنتراست دیگه روشنایی بسیار زیاد ایره ما میتونم آن که وقتی بکنم ببینین برای ما این قسم ویندوز ما را کلن خط کشی میکنه بالای گزینه هایش اینجا ببینین کلا خط کشی میکنه و یه قسمت بعضی ها خوش دارن همه قسم ویندوز استفاده بکنن، من نظر و خاص شماست و ایره میتونم آف هم بکنم مثلا مدل های زیادتر است میتونم مدل های دیگه هم انتخاب بکنم، میتونم خودم مدل برش بسازم مثلا ایره میگم تکستش چی رنگی باشه تکستش آبی رنگ باشه اوکی دن و قسمت ایش هم ازی باشه و این قسمت هم سفید باشه از چیزا اپلای که بکنم برش و یک نام هم انتخاب میکنم مثلا فواد سیوش میکنم و این قسمت سیف شده باشه باید فواد سیف شده و قسمت من انتخاب کرده میتونم درست است در تکسیش هم همچنان به هر صورتش و این موضوعات من این را آف میکنم که به صورت استاندارد بیایم. در قسمت ناریتور یکی از برنامه های خیلی خوب است که در ویندوز 7 همچنان ویندوز 8 همچنان بوده به خاطر انسان ها یا به خاطر کسایی که مشکل بینایی دارن و یا ای که هیچ دیده نمیتونن از استفاده میشه. ناریتور برنامه ای است که ما در موقعیتی که قرار داریم او را برای ما میخوانه و میخوانه که کدام گزینه و شما بالای کدام گزینه قرار دارید چی کار انجام دادید کدام حرف تایپ شده و بالای کدام گزینه کلیک شده و بعضی موضوعات دیگه، مثلا من یک بار ایره آن میکنم به طور مثال ببینید یک کسی گپ میزنه
ببین این برنامه باز شد. خب این برنامه باز شده بود، من ای را پس کلوز کردم بخاطر که تمام متن هایی که در روی برنامه میخوان وقت زیاد میگرفت، و بخاطر کسایی که مشکل دارن و از این قسمت مثلا سرعتی گپ زدنش برای ما تعیین میشه که زیاد کرده میتونیم کم کرده میتونیم، مثلا صدایش، درجه صدایش، مثلا از این قسم میتونیم صدای مختلفه، مثلا این کسی که فعلا گپ زد به نام دیوید بوده زیراس و صدای مختلف دیوید دکستاب و زیرا دکستاب و مقسم همش انگلیسی هست. و یک گزینه های دیگه است که وقتی که شروع شد یا این برنامه آن شد چی کارا انجام شود، مثلا تم برنامهش هوم اسکرینش باز شود و وقتی مینیمایز شود و چی اگر وقتی که روشن کنیم ما کامپیوتر خود اگر این گزینه بزنیم به طور اتومات خودش باز میشه و فعال میشه، و همچنین وقتی که ما رمز وارد میکنیم در قسمت ایدیو صدای ما مربوط صدای ما میشه و یعنی صدای ماست که ما میتونیم درجه صدای خود پست بکنیم و بلند بکنیم، و یک قسمت مربوط وقتی بزنیم مربوط صدا میشه که بخش را خواندیم، و اگر نخواندیم هم در کانترپنل زیادتر بخش های صدا را میخوانیم. مونو ایدیو چی است؟ مونو ایدیو وقتی آن بکنیم ما میتونیم، ما زمانی که لاود سپیکر در دسکتاپ خود وصل بکنیم دارای دو لاود سپیکر می باشه، یکی چپ یکی راست، اگر فعال بکنیم دیگه اما صدایی که متفاوت است، بعض صداست که فقط از یک لاود سپیکر می برای از طرف چپ مثلا، یعنی میتونیم یک طرفه بکنیم کلا صدا از طرف راست ببره. و این بعضی گپای دیگه است، مثلا آلرت هم همچنان ما میگیم در کدام آلت ها آلرت داده شده، مثلا آلرت میگه فلش در اکتیف ویندوز وقتی که ویندوز ما اکتیویشن میگیره، و بعضی موارد خاص دیگه همچنان هست. کلوزد کپشن هست، کلوزد کپشن چی رو میگه؟ کلوزد کپشن اما زیرنویس فیلم ها هست که زیرنویس فیلم ها به ما چی می باشه، اینجا مستایلش میگیم مثلا رنگش رید باشه، رنگش واید باشه. بعضی گزینه های دیگه هست که مثلا ما در وقتی ویدیو میبینیم با چی رنگ امو زیرنویس بیایه بریم. اسپیچ بخش صدا هسته که ما میتونیم صدا را بخش اسپیچ فعال بکنیم که صدا از ما بگیره چی کار انجام بده، مثلا میره که آف کنم آن کنم، پس از این قسمت برای ما گفته میشه من آن بکنم میگم کلوز، همین صفحه بسته میشه چون حالا فعلا میکروفون مشغول است این برنامه کار نمیده، مثلا وقتی دوست باشیم دی اسپیسی بگویم دی اسپیسی برای ما باز میشه، یا استارت مینو بکنیم استارت مینو برای ما بالا میه. و بخش دیگه بخش کیبورد است، بخش کیبورد هم همچنان بعضی گزینه ها داره، گزینه های اضافی است یا گزینه های عمومی یا جنرال نمی باشه که ما باید 100% این گزینه ها را داشته باشیم. گزینه ای که خیلی ضروری هم نیست ولی خیلی زیادتر مردم استفاده میکنن یوز کیبورد آن سکرین است که بعضی از کسا میخواهن تجهیز کامپیوترشون از یک کیبورد استفاده کنن، یا بعضا کیبورد ما مشکل پیدا میکنه و حرف ها را تایپ کردن نمیتونه، از یک کیبورد ما استفاده میکنیم، مثلا حرف ایچی با در کیبورد ما خراب شده، ما از ایچی فقط از کیبورد آن اسکرین استفاده میکنیم. و بخش کلید های دیگه هم همچنان هستن، ماوس هم همچنان ما میتونیم فقط بعضی امی گزینه هایش فعال بکنیم که وقتی فعال کردیم مثلا پاینتری ماوس میتونیم سرعتش بالا ببریم، و همچنان بعضی تنظیمات دیگه همچنان ای را غیر فعال بانیم خوبتر است. ای کنترل همچنان ای کنترل اما کنترل چشم است که کامپیوتری ما متاسفانه کامرا نداره، دیسکتاپ است کامرا نصب نکرده، ما مخاطر فعلا غیر فعال است. این بود از بخش ایز آف اکسس، بخش گیمینگ و همچنان ایز آف اکسس ما به آموزش گرفتیم، و بخش سرچ هم همچنان به
آموزش میگیریم در ویدیو قبلی. در این ویدیو تایمش پوره شده و همچنان از شما خواهان هستم که چینل فرا هدف حمایت بکنین و آموزش های ما را به دوستایتان بفرستین تا ما بیشتر حمایت شویم، بیشتر تشویق شویم، ویدیوهای بیشتر و آموزش های بیشتر همچنان اپلود بکنیم و به دست شما عزیزان قرار بدیم. تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند یک و منان میسپارم. خداوندیار و مددگارتان. الله حافظ.